عنوان سوروایو و نجات خدمه از مرگ و قهرمان کوه و کبیر جنگل، تک تک ما خلبانها با شما خاطرات بسیار زیادی داریم. در دریا من همین چند شب پیش یه خاطره تعریف کردم برای دوستامون که با شما رفتیم بیچکلا و من شما و من با پوتین و با لباس پرواز شنا کردیم و اومدیم لب ساحل. کاملا درست فرمایید. بله من اولا که خودتون رو معرفی کنید، تیمسار سرافراز، یه مدتی رئیس مدرسه نجات خدمه بودید و یکی از بهترین استادهای نجات خدمه هستید، بودید و خواهید بود. خودتون رو معرفی کنید تا بریم سراغ سوالا. این نظر لطف شماست. من با تصویرم خوب شد، تصویرم عالیه. به نام خداوند پرواز عشق، خداوند الهام و اعجاز عشق، من تشکر میکنم از مقام علمی و اندیشه ورزی حضرت عالی که ضمن این که یک پایلوت و خلبان و کاپیتان ماهر و فرد دانشمندی هستی، ولی در این حال خیلی کاریزماتیک هستی و داری یک کار بزرگ انجام میدی برای خلبان ها که این خودش یک سوروایوه، یعنی خودش یک، هنوز ما هر روز باید در سوروایو باشیم، یعنی خودمون رو سیو کنیم، زنده کنیم و زنده نگه داریم. سپاسگزارم از شما. بنده خب دیگه اسم سال افشار دیگه در ارتش، حالا نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی، علل خصوص برای شما خلبانهای عزیز همرزم من دیگه از هرمن شمسه. خب من در سالهای دانشجویی مستحضر هستی که از دانشجوهای شاید بگم خوب اون زمان بودم، دانشجوی خلبانی بودم و در واقع دوران قلمرغی هم تمام کردم، یعنی آکادمی پروازم تمام کردم. خب ما وارد انقلاب شدیم، من چیزی دیگه نمونده بود که در واقع حالا سرنوشت اینجوری خواست، خوشنویس هست و نخواهد بدنوشت، ما دیگه نرفتیم به طرف. الان من چهرت میبینم الا ماشاءالله همچنان جوان و همچنان شاداب هستی و یکی از خلبانهای تامکت جوان ولی با تجربه. سپاسگزارم علی رضای عزیز حمزه‌ای، شما قوم بزرگی هستین، قوم زاگرس و شما در واقع فامیلم هستین. بله ما خیش قومیم، واقعا خیشیم، به زبان زاگرسی من میگم که خیش یعنی کل. ببینی که مردان زاگرس مردان قوی و مردمان با صفایی همچون کوه محکمن و برای ایران همیشه، چه در زمان قدیم، چه در تاریخ و چه در امروز، همیشه مؤثر بودن و امروز هم هستن. خب بنده گفتم که من سال افشار هستم دیگه، برای همه اسم سال افشار کوسرکانی دیگه مشهوره. خب شماها به سوروایو به من نگاه میکنید. خب من بعد از این که جریان انقلاب پیش اومد، شاید یکی از در الان کتابی اینجا من داشتم نگاه میکردم قبل از اینکه شما بفرمایید، کتاب نبردهای هوایی در جلد اول از شما از انقلاب شروع کرده این، از خلبان ها و از سوروایو و بقیه مسائل، شاید اولین کسی که اون جریان خاطرات دانشجوهای خلبانی که حالا که به همافرین مشهوره در مرکز آموزش بنده نوشتن و در اون کتاب شما نگارش کرده این و در تاریخ نبردهای هوایی هست. خب دیگه جریان انقلاب بعد بلا فاصله جنگ شد. خب دیگه ما دوران مستحضر هستی که دوران خلبانی 4-5 سال ما دیگه در واقع آموزش از کشورهای در واقع بیگانه یا امریکا، ما دیگه خب دیگه باید رو پای خودمون میستادیم تا قلمرغی به وجود اومد که شماها آموزش شروع کردید. دیگه منم بلا فاصله وارد همین مدرسه بعد از اینکه افسر شدم، چه رشته گفتن چه تخصصی، بچهای خلبانی باید اینجوری میشدن به یکی از تخصصها، حالا شانس قسمتی اومدن دنبال میگشتن که یک افسر، چون من دوره چترم تی کرده بودم، یعنی همون در زمان دانشجویی، در زمان دانشجویی خلبانی ما تعدادی رفتیم آموزش چتربازی هم تی کردیم و این برجستگی ها من داشتم و زبانم خوب بود در مرکز آموزش هوایی. اومدن و امتحانای گرفتن، امتحان بدنی دو مرتبه گرفتن علاوه بر امتحان در واقع 6 ماه چکاب خلبانی. مجددا من برای این رشته گزیده شدم، 4 نفر بودیم که قبول شدم و این دوره رو رفتم طی کردم. حالا شما ببینید با سخت‌ترین شرایط و با
حجم علمی زیاد. یادم یه پاکستانی پکش نوشته بود که برانگیز و به هفروز excite and enlight، یعنی برانگیز و به هفروز. اونام به همون با زبان خط خودشون نوشته بودن. دوره های سخت کبیر، کوه، دریا و جنگل هم طی کردیم. خب من دیگه افسر شدم و بعد بلافاصله جنگ پیش اومد. جنگ پیش اومد. به هر حال ما یه تعدادی از دانشجوی خلبانی که از امریکا برگشته بودن، حدود شاید بگم 60 نفری بودیم که ما داوطلبانه با بچهای مرکز آموزش هوایی و مرکز پایگاه به اصطلاح مهرآباد و پایگاه یکم و بقیه بچهای دیگه که از پایگاه اومدن، ما رفتیم به لشکرهای نیروی زمینی، لشکر 92 زره اهواز، لشکر 77 خراسان و لشکر 16 قزوین. ماها رو دو بردن در یک جایی به نام سید خلف. از صفر آموزش های زمینی که ما دوره های بی ام تی تی کرده بودیم که شما خودتون مستحضر هستیم، ما رفتیم دوره از انگار یک افسر دانشکده افسری نیرو زمینی کاملا تی کردیم در مدت 21 روز. شهید نیاکی خدا رحمتش کنه، ایشون یکی از برجسته ترین فرمانده های اون زمان لشکر 92 زره اهواز بود. ما در به اصطلاح کنار رودخانه سید خلف اونجا دوره های از صفر گرفتیم تا به اصطلاح حتی موشک تا بردن تانک پی ام تی و پی ام تی وان ها و تی 72 ها و تیراندازی همه مسائل. ما رو داوطلب دادن، ما اومدیم ابتدا لشکر، حالا من از اینجا دیگه همین بس دیگه، ما اومدیم رفتیم لشکر 92 زره اهواز. اون موقع دیگه عراق وارد سوسنگرد و بستان تسخیر کرده بود. حالا این برای قسمت های دیگه که چرا من در واقع یک سوروایو هستم و در این حال چرا تجربه های در جنگ تن به تن و چرا 31 ماه و 27 روز مستحضر هست. امیر آراسته که معارف جنگ چرا بندر گزینش کردن و رفتم اونجا دارم همکاری میکنم و چرا بچه های نیرو زمینی اینقدر هم من دوست دارن، هم اغلب فرمانده های تراز اول که بعضی شهید شدن، بعضی زندن، بعضی الان به رحمت خدا رفتن، مثل تیمسار لطفی و دیگران، مثل تیمسار کی بگم، هر کدامشون من اسم میبرم بعدا. شما سوال بفرمایید که با در خدمت اومد من گریز نزنم خسته نشم در این رابطه. نه شما چراها رو پرسیدی که چرا 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 دوستتون دارن. من به شما میگم شما یک فرد بسیار بسیار مهربان، قاطع، مدیر، مدبر، با اخلاق، خوش اخلاق، کاریزماتیک و من دانش، با دانش، عالم، شاعر و من حالا انشالله در طول برنامه از شعراتون دوستان ببینن و خودشون قضاوت کنن که چرا صالح افشار اینقدر در ایران معروفه. یک شخصیتی که خدا رو هزار مرتبه شکر با اینقدر هم خوشتیپی ماشاءالله جوون، یعنی الان شما فکر کنم نزدیکای 60 و اینا یاره، ولی الان از نظر سن یک کوبایاشی خلبانی میگه که در سوروای میگه که خلبانی که دوره سوروای و ندیده بهتر پرواز نکنه. از نظر سن من به سن چون با مطالعه زیاد با بزرگان خلبان هایی که دوره سوروایو دیدن در جنگ دوم جهانی، یعنی زمانی که هواپیما بشر پرواز آغاز کرد سوروایو بود، خلبان دیگه باید سوروایو بکنه و سوروایو رو یاد بگیری، یعنی راه چگونه زندگی کردن یک خلبان باید بنه. خیلی ها میگن آخر مثلا خلبان مگه تکاوره، مگه دوره کبیر به چه دردش میخوره، دوره آب دریا چقدر به چه دردش میخوره، کوه و دریا و شناخت، بعد از همه مهمتر به اصطلاح مرزهای حالا ما کشور خودمون و همسایگان باید آب و هوای اون منطقه، افراد اون منطقه رو بدونن. حالا این فرمودی این عشق، این صفای باطنیه که من دیدم که انسانهایی که میکنن بیرن بالا، چون ما یه ذره ما در من یک جای جمله مال منه با خونن نوشتم که میگن ما در میدان عرفان جنگ نداریم. استاد شما چون شما یک آدم ساینس منی دانشمند، من قبولت دارم، یعنی همه قبولت دارم. الان من چی بود داشت صحبت میکرد
تیمسار یاوری، تیمسار یاوری چقدر از اخلاق و از مرام و از بزرگواری شما، چون اونا دارن، من به قول اونا، چون خودم اهل زیاد گزافه گویی نیستم، هر کرا مردم سجودی میکنند زهرها بر جان او می آکنند، به قول حضرت مولانا. از این بعد این مسائل عرفانی و اخلاقی که شما فرمودی، من اخلاق رعایت کردم، حیات معقوله، چون مستحضر هستی که بنده از شاگردهای به نام استاد فیلسوف، فیلسوف معاصر استاد محمد تقی، علامه استاد محمد تقی جعفری بودم که آره بعدا رفیق شدم و برای کتاب بنده که عارف. الان این کتابه که من مرایزم فرمای با، یعنی شاهد در جبهه جنگ، بعد با مقدمه علامه فیلسوف استاد محمد تقی جعفری دوبارم این کتاب چاپ شده. اینم باز اگر قابل دیده حتما بیارین جلوتر، بیارین جلوتر لطفا. بله بله بله، این دو تا، این یک چاپ، این دو چاپ شما ملازم فرمایید، اونم کتاب نظامی، یعنی کتابی که در رابطه با ادبیات جنگ، یعنی چیزی که اتفاق افتاد. البته جنگ چیز منفوریه که بعدا صحبت میکنیم، من میپردازم، دفاع اصل استراتژیه، اما با جنگ هیچ قومی، هیچ انسانی، حتی قرآن هم با جنگ زیاد اصلا آشتی نداره، اصلا میگه جنگ نکنید. نهج البلاغه که استراتژی منه بزرگ انسانی علامه، از قول علامه جعفری در فرمان حضرت مولا به مالک اشتر، اصلا جنگ اصلا به دور میانداخت، یعنی جنگ کاری میکرد که افراد کشته نشن. حالا اون بهش میپردازیم، به سوروای بگیم. بله، این من عاشق خلبان ها هستم و همرزمان و اونها هم همینطور. اون رابطه معنوی بهش میگن امروزه شما، چون خانم، البته من چون فامیلیم، من اینه دیگه بروز دادم، چون شما از خاندان علم هستین، خاندان دانش و همه تونم پزشکین، یعنی حالا شما تنها اومدی خلبانی شدی، بازم خیلی ها به شما میگن دکتر، یعنی تجربه های پزشکی هم دارین و خیلی از بچه های خود ما، حالا سرباز های کهنه ولی به سرباز جوان کارشون گیر میکنه، شما خانواده این راهنمایی میکنین، کمک میکنین، مخصوصا در این زمان کرونا خیلی از مردم داشتن ذکر خیر خانوادگی شما رو میکردن که تو این شرایط همه میخوان به کارشون کم، ولی همسر شما به این کار میپرداد و دیگر فامیلات همه تو کادر پزشکی الان دارن فعالیت میکنن. من تشکر میکنم ازشون. من فدای شما بشم تیمسار. البته که خب سوروایو رو تمام مردم ایران بلدن دیگه، یعنی الان با توجه به شرایط و زندگی همینقدی که سوروایو، یعنی این که از اون چیزی که داری بهترین استفاده رو بکنی برای بقای خودت. اگر یه قمقمه آب داری و قرار یک هفته تو بیابون بمونی که یادمون دادین شما، نمیدونم چهار تا دورما داریم و یه تیکه نون، قرار یک هفته باهاش زندگی کنیم، بجز این که اونا رو چجوری مصرف کنیم، حالا چیکار بکنیم که خون همو تو شیشه نکنیم، همدیگر رو نخوریم، ولی سوروایو کنیم. سوروایو یعنی که بهترین شکل زنده ماندن. حالا شما یک اسطوره‌ای، شما خب اینقدر حرف برای گفتن داری، من خب این جلسه واقعا نمی گنجه، شما حداقل فکر میکنم 7-8-10 جلسه باید بیای تا ما بتونیم تمام مطالبی و مسائلی رو که شما مد نظرتون هست که باید واقعا به اطلاع مردم برسه، باید بیای اینجا بگی. حالا من خودم به عنوان یک خلبان اول از شما اون چیزهایی رو میگم، میپرسم که لازمه یه دونستن خیلی از خلبان ها هست. حالا دانشجوی خلبانی قطعا هنوز پیش شما نیومدن، دانشجویی که خب قطعا بعدن بعد از فارغ التحصیلی قراره بیان خدمت شما. شما به عنوان یک اول بریم فقط تو این کاد فعلا امروز رو، که چون خودتون رو خیلی، حالا شما از خودتون نگفتید و معرفی نکردید، شما در واقع درجهتون شاید سرهنگ باشه ولی شما یک سپه بودی به نظر من، چون که من اینو جدی دارم بهتون میگم، به خدا بدون واقعیت، بدون اقراق دارم محبت لب شما ها به بنده درجه هم درجه داریم هم مقام. بفرمایید، لطف داریم. من واقعا شما
این که میگم سپه بودی واقعیت درجه برای ما اینجا ملاک نیست، من خودم سرنگ تمام خلبان حالا مثلا، ولی واقعیت اینه که شما جون، ببینید من توی دریای خلیج فارس افتاده بودم. بله بله. من رفته بودم برای بازرسی و آرای. آقای کیان ساجدی به ما یه ماموریت داد به عنوان جابرالفیصل، بچه‌ها میدونن. بله بله. به خدایی که اون بالاست داره نگاه میکنه ما رو و شاهد ماست. بله بله. من وقتی تو دریا بودم، این که یادمه شما برای ما فیلم میذاشتید. بله. من خودم یه فیلم سینمایی بازی کردم به اسم بعد از ظهر روز دوم. ماشاءالله. به آقای ابوالفضل قاضیان که رضا قاضیان در تو فیلم بود، این میره با ایفنگ میفته تو بیابون و دو روز توی بیابون میمونه بدون آب و غذا. بله. مار میکشه و یادش میفته که لحظه به لحظه شما سر کلاس گفتی اگر ماری دیدید اون مار یه خوراکه. بله. سر و دومشو میزن، این کارو میکنی اون کارو میکنی، میخوری آب، نمیدونم آب نداشتین، حالا اگه درختی بود یا ریشه ای بود فلانی بود، اینا میرسیم بهش. اگر جایی علفی رویده اونجا رو میکنی، قطعا اونجا نمناکه و به آبی حالا احتمالا برسی، چطوری جهت ها رو پیدا کنید، چطوری به سمت شمال. حالا این فیلم رو با بازی کردیم، اون لحظه که من تو دریای خلیج فارس بودم و هیچ کیم نبود، من بودم و یه قایق و یک عرض کنم خدمت سوروایول کیت که دوستای ما، خیلی دوست داشتم، دلحامدا اینجا بودن، برادران دلحامد که یکیشون 48 ساعت اشک ما رو در آوردی، اشک ما رو در آورد، اشک ما رو در آورد، دلحامدا را اسم آورد. حالا اینو می‌خوام بگم، دلیل سپه بود بودن شما اینه که لحظه به لحظه هر خلبانی که ایجک کرده در هر شرایطی که افتاده یادش افتاده که شما سر کلاس چیا بهش گفتین. عین یه فیلم براش همینجوری کس شد. منم در سوروایور کیت رو باز کردم، اول چیزی که به چشمم خود بیسیم بود، بعد فلر، بعد سیدای مارکر، بعد زده کوسه، حالا اون که بعدن چیز شد و اینها، بعد قلاب ماهیگیری. یادم افتاد به من گفتین خواستی ماهی بگیری این کارو بکن اون کارو بکن، آینه رو در آوردم، به خدا به جان بچم این واقعیته، آینه رو در آوردم. یادم افتاد استاد افشار به من گفت رو آینه اینجا. میخوام به شما بگم که به این دلیل شما جون خیلی ها رو نجات دادی. برادر یکی از دلحامدها 48 ساعت روی خلیج فارس توی قایقش بوده. حالا بفرمایید یه خلبان برای اولین لحظه که میاد وارد مدرسه نجات خدمه میشه توی پیش شما، شما چی بهش یاد میدی؟ چی کار میکنی؟ این پکیج رو بگو اول تا بریم سراغ حرفای دیگه. بعد شما برسونم که یک دانشجوی خلبانی که ابتدا در واقع وارد اینجوی میشه به نظام آموزشی خلبانی، خب بعد از اون دوره پیاده افسری که طی میکنه و میاد وارد دانشکده میشه، دانشکده پرواز، خب بعد از یه مدت درس ها وقتی که دیگه آکادمی پرواز میخونه، بعد حالا اون روز قلمرو بود امروز در کوشک، میره دوره در واقع ابتدا دوره در واقع پرواز شروع میشه، ولی توی این دوره ضمن آموزش های آکادمی قبل از پرواز که وارد در واقع آموزش دانشکده پرواز میشه، باید دوره چتر بیاد طی کنه. البته این دوره چتر که میخواد بیاد طی کنه، ما این مدت کوچک کرده ایم، چون سرعت زندگی در الان زمان ما را عرض می کنم از ذره که امروز چرا دانشمند، چرا نیلز بوهر، فیزیکدان ها و بزرگان علم، ما فقط سوروایو به این نمیگیم که امروز جناب استاد در واقع کاپیتان دانشمند و فاضل، چون شما خودتون مدتی اومدی در واقع ریاست، حالا یه روزی ما درست پیشکسوت بودیم، ولی یه مدتی شما اومدین ریاست مدرسه هم گرفتین، در میچکا ما در جوار شما بودیم و این همه اطلاعات که داری ارامه شالا زمینه که خودتون در خلیج فارس سوروایو کردی و نجات پیدا کردی و از وسائل به نحو احسن استفاده کردی، دانشجوی خلبانی باید بیاد دوره چتر بگذاره. ما دوره چتر در آموزش حالا الان در دانشگاه هوایی مرکز آموزش دانشکده پرواز
این دوره رو برای 8 نفر هرچی کمتر باشن تو دنیا بهتره. اصلا در خلبانی یک کلاس تا 6 نفر 5 نفر 6 نفر الی 7 نفر تا 8 نفر اگر بیشتر بشه خلبان اینجا اون آموزش کمتر بهش داده میشه. تو دانشگاه هم الان که پسر من داره دکترای هوافضا میخونه 2 نفر دانشجو داره مثلا که دیگه آخراشه منو با این دکتر بگذاریم. حالا این دانشجوی خلبانی میاد دوره چتر تمام میکنه سولو میشه و ما بهش اوکی میدیم با اون شرایطی که در واقع میتونه بشه یک چتر باز کامل، یعنی یک چیزی که در تیپ 29 لشکر چتر بازهای ما ایران باید برن دوره ببینن، این انگار که اون دوره هم دیده. امروز پاراسل در اومد، ما پاراسل میبرونیم، پاراسل در اومده، پاراگلایدر در اومده و این مسائل. ولی پاراسلی که ما درس میدیم در واقع از زمین درست کنده میشه، ولی تمام اون کارهایی که باید خلبان بعد از به اصطلاح اجکت بعد از اجکت باید انجام بده، این خلبان این آموزش بهش یا امرجنسی یاد داده میشه. این دانشجوی خلبانی میره اینجا میشه پروازش در کوشک تمام میکنه، حال باید بیاد بره برای کجا، بره اصفهان. حالا ما در آموزش خلبانی در هر جا که هست این دوره چتر پس باید بیاد طی کنه. حالا عرض میکنم که دوره کوه و کویر جنگل و دریا رو کجا کی باید بیاد و پیکاپ. بفرمایید سوالی باشه بهتره که عالی. من سال 1368 یا 67 ببخشید و خاطرم هست سال 1367 از قلعه مرغی ما اومدیم خدمت شما تو قم. من با شخص شما ما رو کشیدیم حدودا 100 متر با یه دونه جیپ کشیدید 100 متر حدودا فکر میکنم تو هوا بودیم. حالا متراژش دقیقا با به طول اون تناب بستگی داره دیگه. بعد تناب رها کردید دیگه، ما اون لحظه گفتید آقا تاقیه چتر رو باید چک کنی فلان فورلالیریز و فلان و این داستان، اگر داری میفتی توی رودخونه ای جایی میکشی مثلا این یکی رو هم هدایت میکنی یه مقداری چتر رو که بیای و اون داستان تاقیه چتر رو اگر دوکوپال شده امسیوان تو برمیداری میاری میباری اینا همه شون شما آموزش دادیم، ما هم چک کردیم و یاد گرفتیم. حالا مرحله آخر مرحله رسیدن به زمینه که به افق نگاه کن، هورایزن نگاه کن، اینجوری نگاه کن، بالا میکشی یا فلان اینا، خلاصه این بعد عرض به خدمت شما که ما اومدیم نزدیک زمین و چرخش و گردش و سریع از چت خودمون رو در بیاریم که چتره ما رو نکشه روی زمین باد بیفته توش و این داستانا. خب این مرحله‌ای که من به خوبی فرا گرفتم، بعد رفتیم برای مرحله بعد. یعنی شما یک دانشجو خلبانی رو اول آموزش چتر بازی میدید. بله. این جواب تمام دوستانی که آیا خلبان‌ها باید آموزش چتر بازی ببینن اینجاست. این استاده تمام آموزش‌هایی که خلبان برای زنده ماندن باید ببینه از طریق همین استاد روبروی ما بهشون آموزش داده شده. خب میریم مرحله بعد. بله در خدمت. مرحله بعد چی کار میکنید؟ مرحله بعد یعنی میریم پیش کلا، یعنی که یه مطلبی هست که اغلب اینجا من یه پرانتز باز کنم چون ما میگیم سوروایو به چه درد میخوره. شما یه اشاره هم کردی که مردم ما الان دارن سوروایو میکنن. این برای ما پروازی هاست، برای خلبان هاست که آموزش سوروایو به این طریق باید چتر که قشنگ هم ماشاءالله توضیح دادی. خب میاد دانشجو دوره ورزش و آمادگی جسمانی پیدا میکنه، بعد نحوه PLF، نحوه رهایی از شرط، نحوه فرود و اینا همش میگن بایل آوت، چجوری باید اون زمانی که میرسه دیگه اجکت کنه آخرش که خلبان باید ترک هواپیما کنه. این آموزش یاد گرفت که اگر وقتی که آموزش چتر یاد گرفت به هر طریق خودش بتونه از هواپیما رهایی بکنه، یله بشه تو آسمان بیاد پایین. حالا اومد پایین، این با چتره. حالا این ممکنه در کوه بیاد، در جنگل فرود بیاد، در آب فرود بیاد، در شاخ برگ ها و های ولتاژ لاین های ساختمان های
در واقع شهر چون جنگ رفته خلبان برای یه موقع، اصلا یه موقع حالا جنگ هم نیست، به هر حال برای هواپیما یه ایوی پیش اومده یو اس شده، خلبان باید هواپیما را طبق قانون مثلا علمی که شما میدونین پایگاه و رادارها و در واقع زمین به هدایت میشه، خلبان از زمانی که تیکاف میکنه از زمان بان بلند میشه دیگه در اختیار خود هم خلبان هم تو راداره. تو سیستم های عملیاتی کاملا از بالا همه چک میکنن تا این خلبان، اگر اجازه دادن که دیگه نحوه که دیگه باید خلبان ترک هواپیما کنه، من اینجا یه جمله، تمام خلبان هایی که پیشکسوت بودن یا جوان هایی که خود شما اجک کردین و پریدین بیرون، جناب علیرضا، کاپیتان علیرضا، حمزه عزیز دانشمند فاضل که در همه علوم شما دست دارین خیلی با مردم و در واقع برای نان ما سربازها هم هنوز دارین فعالیت بکنین، خدا قوتت بده. هر خلبانی که به این خاطر که من به بعض وقتی به بچه ها میرسم به عزیزان، حالا ما میگیم اونا همه پیشکسوتن بزرگن، مثلا برادپور، مثلا همین سرنگ تیمسار یاوری که انقدر امشب از شما قبل از اینکه شما با این وارد بشیم اومد مدتی هم در مدرسه ما در محضرش بودیم، افنگ میپره و خیلی هم خلبان، هنوز هم خیلی کاریزماتیک. اصلا ما خلبان نداریم که توی ارتش باشه، تو نیرو هوایی، و دلش برای مردم نباشه و جانش برای مردم نده و هنوز هم نخواد، یعنی تراتل و استیک رها نکرده. هر روزی هم که پیش بیاد این بچه ها پیشکسوت ها و شما جوان ها هستین برای پرواز از این مملکت، همونطور که قبلا حراست کردین امروز هم حراست کنین. این به خاطر اینکه من بعض وقتا میشه میگم آقا یه لیوان آب به شما دادم تو کبیر این کار کردم. البته من اینجا یه پرانتز کنم، یادی هم از همرزمان بکنم که این خود منیت ما همیشه باید بکشیم، یعنی اون ایگوت و ریخته بشه به قول مولانا ما خودمون باشیم، چهره واقعی خودمون. من یه سرباز کوچکم، شما اینقدر بها میدین کونه سرباز کوچک جانباز، ولی این میگن نگو یک لیوان آب. امیر پردیس که ایجاد کرده، بزرگوار اهل دانش مجتهد، میگه امیر سید اسماعیل موسوی، اینا همه رفقای خودتن، میگه نگو استاد یه لیوان آب به ما دادی، بگو یه تانکر. چرا؟ چون اون زمانی که بخواد پیکاپ بشه که میریم ما رو بهش پرداخت میکنیم، چقدر خلبان به سراغ سختی میبینه. ما خلبان هامون زمینی که آموزش سروایو میبینن، سر عزیز یه دونه بک هلمت دارن، وسائل همه ثروت خلبان ها تو اون بک هلمت. خود شما الان که من بازی در جای میبینم تو خیلی از دانشجوها و اونایی که میخواد بیان تبلیغ میکنید که دانشجوهای تحصیل کرده، یعنی بچه ها که دارن درس میکنن بیان اینجا بشن، چون خلبانی شدن مشکله، اصلا بدن سالم مشکله، اون هلسی من خیلی مشکله. این بچه ها میان در نیرو هوایی استخدام میخواد بشن، شما در همه جا الان تبلیغ میکنید. من تشکر میکنم فرمانده نیروی هوایی الان سرتیب نصیرزاده امیر گذشته که عزیز بزرگوارمون، شاه صفی، بقایی، امیر پردیس و بزرگان همه هنوز هم زنده و جاوید و در واقع سروای من و به صلاح زنده هستن و اینا همون دانشجوی خلبانی هن هنوز خود کنم خودشان پیر نمیدونن. ما اصلا تو فرهنگ پروازی آدم پیر نداریم، پیر تجربه داریم. این به خاطر اینه که بچه ها دوست دارن و ما مونا رو دوست داریم. مردم اشاره کردیم، مردم هم باید سروای بدونن. امروز وضع کشور ما طوریه، الان کرونا خیلی خیال مونن سروای فقط برای ما خلبان هاست، یعنی من بیام آموزش دوره چتر ببینم، کوچوی رو ببینم، جنگل ببینم، پیکاپ ببینم، اون همه زحمت، بعد از هر 3 سال هم یه بار باید این خلبان بیاد فرش بشه، یعنی تازه بشه و یانگ و جوان باشه. ما اصلا گفتم که برای پروازی، آدم پروازی، ما شناسنامه، با شناسنامه کار نداریم، ما با مسئولیت و بازو و قدرت کار داریم. و وقتی همین دوره رو همدیگر میبینیم، حالا بنده من تشکر میکنم از اون زمان، اینجا یه اجازه بده از همرزمای من جناب صفائینی، جناب اسکندری، جناب کنرودی که از هرمن الشمس برای بچه ها خیلی دوستش دارم، چون خودش اصلا انگشتاش یه قایق بود تو کویر، واقعا یه آدم قوی، از آدم های ساده ضعیف نمی آوردن تو سروبای. خلبان ها دوست دارن، میگن ما دوست داریم وقتی استاد سروبایمون رو میبینیم، هنوز هم همینطوریه،
مثلا شما به بنده بها میدین به خاطر همین که اینقدر تعریف کردین، لطف داری شما، خودت آدم ورزشکاری بزرگواری تو خلیج فارس سوروایو کرده، اصلا مدتی اومدی رئیس بنده شدی و من در جوار شما تجربه به دانشجوها میدادیم، الانم باز هنوز همکاری میکنی، خودتون اصلا یک شناسنامه دارید در سوروایو جناب حمزه بزرگوار کاپیتان. اینه که مردم هم باید امروز با این وضع کرونا از سوروایور علمی استفاده کنه. ما قدرت ذهن باید استفاده کنیم. خلبان وقتی که میاد هر روز که میخواد بره تو کابینش، ما در ازدواج ها در زندگی یک بار تو کابین میریم. اینا رو من تجربه گذشتگان کل خلبان های جهانه که پرواز، ولی خلبان هر روز هر لحظه که پرواز میکنه میره تو کابین. چرا به کابین ما میگیم تو سوروای میگیم چرا کابین؟ کابین زیباییش اینه که آقا این خلبان ممکنه تو این کابین بشینه، ممکنه پرواز کنه، چون طرف با چهار تا چرخ با پای با دو تا پا رو زمین عادی میگه خوردم زمین، آدم قوی و ورزشکاری هم هست. میگیم چرا پات اینطور شده، چرا مثلا میلنگی؟ میگه من فلان جا خوردم زمین. ولی خلبان باید ششون به قول مولانا از حس ششمش همیشه آماده است. شما چرا اینقدر آمادگی رزمی داری و چرا دوست دارن مردم؟ چرا شما مبلغی برای تبلیغ دانشجو اینجا بشن بیان و بیان امتحان بدن؟ 100 نفر که میاد شاید 4 نفر 5 نفر قبول میشه برای خلبانی، چون چشم سالم، قلب سالم، بدن سالم، همه بدنش باید سالم باشه. من گاهی اوقات میان میگن که استاد حمزه‌ای بیاد این دانشجو یه سفارش کنه، کاپیتان حمزه‌ای بگه که مثلا فلان پزشک، چون شما تو کادر پزشکی هم اینا رو ببین اتفاق افتاده، بذار همه دنیا همه ارتش بدونه. مثلا یه سم میگم نه کاپیتان، فقط آدم سالم، اگه سالمی دانشجو، چون اگر به شما بخواد میان میگن استاد حمزه‌ای اینه به ما ندادی نمره، میگم به خاطر اینکه ایشون میدونه شما برین درس بخونید مهندس بشین دکتر بشین جای دیگه، ولی برای خلبانی ایشون به شما خدمت کرده. تشکر میکنم از شما. اینه که بچه های خلبانی، بزرگان همرزم من و شما که همیشه من سالم و جوان و دلیر میبینم اتون و به خاطر علم و دانش و فضلی که از سوروایو همیشه داری استفاده میکنی. الان ببین اون آموزش که به شما داده شده، شما مدتی اومدی در کنار من، خودت شدی سوروایو من، زمینه که پایلوت هستی، کاپیتان هستی، اونم تانکه با هوش زیاد. یاد کنیم از خلیلی بزرگوار، از همرزمای بزرگوار خلبان هایی که تو جنگ چه کارهایی کردن. هر خلبانی اجک کرد پرید بیرون سالم اومد پایین، این دوره آموزش سوروایور بوده. یعنی خدمات سوروایور یعنی چی؟ یعنی خدمات. یا عرض کردم از پیشکسوتا نام بردم، از جوانها 3 نفر جوان با خودتون بودی در بهشون آموزش دادیم، یکی اون جناب حیدری که بازنشست شد رفت، یکی جناب محمدی، یکی جانگیر محمدی، یکی هم جناب کلیپا. اما الان 4 نفر دیگه استاد تو آموزش. حالا ما هیچ وقت نمیگیم من استادم، یک جایی که من همیشه گفتم من شاگرد. امیر آراسته بزرگوار مشتهر کنه سرباز، بزرگانی مثل سید اسماعیل موسوی امروز داشتیم صحبت کردن ذکر کردن شما بود. بوسه شما چرا هیچ ادعایی هیچ چیزی نمی، من تمام زندگیم مدیون شما هستم. وقتی افتاد تو توی پرید بیرون هواپیماش مثل شما در خلیج فارس، ایشون در بغل در واقع آبادان خرمشهر توی اون نیزارها و چه سوروایوی کرد و ایشون خدا رحمت کنه حزین در واقع شهید خلبان حزین، ما باید نام ببریم ایشون واقعا دانشپور نام ببریم، که یکی از واقعا کسانی بود که مثلشون حضرت عالی. کاپیتان نمیخوام تعریف کنم، مردم من دستام میگیرم قنوت و دعا میکنم برای سلامتی جناب عالی که اینقدر دل داری میدی، وقت میذاری، اینقدر از خودت داری سوروایو میکنی از زندگی. خانم دکتر زندگیت من میدونم چقدر سختی ها داری، شما داری سوروایو داری زندگی میکنی، ولی تمام اونا رو گذاشته هنوز بس زنده داری خدمت در واقع خودت مدیون کرده برای دانشجوی خلبان، برای خلبان هایی که الان حالا سرگرد سربان سرهنگ سرتیپ هر چیزی، خود فرمانده نیرو هم باید بشه، خود فرمانده نیرو هم شاسفی مگه دور ایشون وقتی که میرسن هنوز بچه ها مثل خودت وقتی میرسن استاد حالا به منده من به شما عرض کردم
حالا شما به من درجه سرتیپی، درجه سرلشکری، درجه سپهبدین رو در واقع در اون کتاب معبر آسمان هم من گفتم به سرداری سرهنگی را به تیمساری فرهنگی رسیدم. در این کتاب در اول کتاب چاپ شده و خیلی مطالب شما محبت دارم. اما من همون کهنه سرباز کوچک شما و سال افشار و شاید بگم که خاک پای شما همه عزیزان هستم و هنوزم دلم میتپه در رابطه با سروایو دارم فکر میکنم، مطلب میدم توی این استاجه های دیگه، سخنرانی میرم این ور اون ور و به مردم میگم شما یه دونه نایلکس، همین نایلکسی که الان ملاحظه فرمایید سر فرودی، ما همیشه در حال آموزشیم. شما ماشاءالله اینقدر قشنگ وارد توضیح دادین، همین میتونه برای ما یه زندگی باشه. چون تو کیتمون ممکنه نباشه، ما کیتمون یه دونه نایلکس داریم، ولی همونجا بگردیم از خود هواپیما، از خود جای دیگه، مردم که دارن. بعد همیشه این جمله رو بگم تو در واقع کلام الکلامو یجر الکلام میگن که سخن سخن میاره، بدم به شما تراتل و استیک بدم به جناب عالی کاپیتان. با همین شما مردم میتونن، نباید فکر کنیم ما که الان همه چی آبادانی، الان همه چی هست، در کمترین فرصت بدترین شرایط به وجود میاد. حالا که بدترین شرایط به وجود اومد باید چه کار کنیم؟ آیا باید بشینیم اونجا گریه کنیم، خاک بزنیم تو سر خودمون، مردیم پارا دو؟ نخیر. اغلب کسانی که در سختی افتادن اومدن اون مسئله SOS اگه تونستن، بعض وقتا ارتباطات قطع خواهد شد، فقط خودت هستی و خدا و سلف کانفیدنسی که شما بهش در واقع همیشه همراه شما، ذهن شما کاشته شده. سروایو اینه به شما هدیه کرد. همه خلبان های ما که اجک کردن، ترک هواپیما کردن، زنده اومدن در خاک عراق، مثل یادی کن از حالا دلحامدار، دوتا رو نام بردیم، من اونم توضیح میدم، با هم بریم یه یادی هم از دلحامدار بکنیم و سروایو بشون. اخبار دوگاهه میپره بیرون، سالم میاد پایین. مردم اینه بدونن، خلبان های ما، کاپیتان اگر شما حمزه ای هستی به محبوب مردم به خاطری که همرزم پیش کسوته، اگر شما بودی شاید روح جاودانه دلحامت ها، مگر خود شما تو خلیج فارس این کار رو انجام ندادی؟ حال شما زنده موندی ولی دلحامت ها بعد شهید شدن. اون مسئله اشاره کردی 48 ساعت 72 ساعت ایشون بدون آب غذا در خلیج فارس سروایو کرد و زنده موند و بعد اومد دو مرتبه جنگی، نگفت دیگه من برم بشینم تو خونه. الان شما هنوزم تو خونت ننشستی، خودت در تو کابین پرواز هستی. کابین به خاطر اون زیباست که خلبان ممکنه الان بره بالا نیاد، پای نتیجه گیری کنه نیاد، این به خاطری که هر لحظه کابین میشه، میشینه تو کابین. در ضمن زندگی سروایو مردم باید توجه داشته باشن، کل ایران، کل همه مردم کوچک و بزرگ بدونن در ناگهانی همه چی از بین میره. کرونا اومده، حالا تو سروایو کرونا وارد میشیم انشاءالله تو فرصت میشیم. من یاد میکنم که تشکر میکنم از شما، من که قابلیت ندارم از شما تشکر کنم، فرماندهان عالی رتبه نیروی هوایی از امثال بزرگ مردی مثل خودتون، از خودتون کاپیتان حمزه ای، دیگر عزیزان ما، حالا هر کدامشو میخواد باشن، تشکر و دعا میکنیم که سالم باشیم، زنده باشیم، بتونیم همچون مثلا الان زرابی تو اون بر داره فعالیت میکنه، شما این بر داری فعالیت میکنی، گفتم جناب یاوری، امیر یاوری سرتیب اون بر فعالیت میکنه، براتپور شما هنوز حفظ کردیم، امیر خلیلی هنوز حفظ کردیم، تنگاتنگ در حال سروایو هستیم و انرژی مثبت دادن به هم دیگه. سروایو این نیست که فرمودی کیت، استفاده به موعد از کیت، از وسایل کیت، حتی مثلا فلر کی باید استفاده کنیم؟ شما دو تا فلر بیشتر تو کیت نداریم و اونجاست که فکر سروایور به شما میگه که آقا آتش درست کن، هیزم جمع کن در هر جا که هست. زمانی که فلرت کشیدی با همون فلر شما
آتش روشن کن، آتش مثلثی درست کن، آتش ال درست کن که هم پیام بدیم تا در جنگل. آیا ما از در جنگل میتونیم به راحتی از فلر استفاده کنیم؟ خلبان اونجا درسته میخواد جان خودش نجات بده، اما نمیاد یک جنگل، یعنی تمام ثروت این کشور یک دفعه به آتش بده، یا در یک کشتزار گندم مردم تو خوزستان. ما خیلی میبینیم پروازهای ما رو خوزستان و خیلی جایی منطقه زاگرس کرمانشاهست، کرمانشاهی که مردمش واقعا هنوزم دارن مقاومت میکنن. آیا این خلبان ما اگه اجه کرد اونجا رمضانی افتاد توی اون گندم یا تو کوه که بلوط هاست میاد فلر استفاده میکنه، بعدی فلر اگه افتاد تو اون گندم ها چی میشه؟ ببین خلبان ما گفتم هوش معنوی، هوش معنوی دارن. جناب حمزه بفرمایید. سپاسگزار از مردم عزیز، ما نظامی ها همه خاک پای شما هستیم و شما هستیم که ما هستیم. ما هیچ وقت ادعا نداریم، همیشه گفتیم ارتش فدای ملت. خلبان من تو جنگ چه کار کردن بچا؟ حالا وارد میشیم. دوستان از شما میخوان، البته خب خیلی سوال هست از شما. یکیش اینه که میگن اون شعر معروف خلبانی رو جناب افشار بخونن، همچنین گذشتن از رود کارون و خوردن حالا میگن جانوران. چشم سر یه یادی هم از امروز، اسم این خلبانی داریم به نام عبدالحسین گزی حاتمی. اغلب میگن به اصطلاح اسمش یه جوری دیگه تلفظ میکنن، من اینو اصلاح کنم. امروز با کاپیتان موسوی سید اسماعیل داشتیم صحبت میکردیم، چون اینا مثل خود در واقع دارن تاریخ جنگ نبردهای هوایی دارین تدارک میکنین و جمع میکنین. این عبدالحسین گزی هم بهش یک اشاره کنیم. حالا اون شعر پرواز من خواستم یادی کنم از حالا یا دلحامدها رو بگم بعد اون، یا اول پرواز رو بخونم دلحامدان بخونم. حالا چی شما سلام بکنم پرواز رو بخونید اول. بله. به نام خداوند پرواز عشق، خداوند الهام و اعجاز عشق. کاپیتان اینا شعر نیست، نه من بگم. خدا رحمت کنه استاد زرین کوب تا زنده بود، من از اون اول خودتم، شما خودتم چون فامیل من همشهری من هستی، من از همون کلاس نوحی شعر میگفتم. تو تاریخ نبردهای هوایی بیوگرافی من هست و جاهای روزنامه های بسیار، کتاب های زیادی. الان فقط ما ثروتمون کتاب و روزنامه های قدیمیه که الان بوی کهنگی میاد. از همون موقع من شروع کردم به روزنامه، از همون کرمانشاهان و سرکان و مراکز خود سرکان شما و اینا که شما ریشه‌ای در اون سرزمین دارین، زاگرس و خیلی جاهای دیگه، شما متعلق به همه جای ایران هست. حالا ما چون میخوایم بگیم، چون قوم و خویشمونیم، میگیم بیا این طرف مثلا زاگرس، ولی خب شما مرد محبوب همه دوستی، به شما گفتن لقب به اصطلاح صدیق الجمی میگن، میگن عزیز بزرگ علیرضا حمزه‌ای صدیق الجمی، دوست همه است، دوستدار همه است. اینا من نمیگم، اینا این مردم، این تحصیل کرده هایی که الان کلاس دهن یازدن دوازدن که میخوان بیان به اینجای بشنیم. شما اینقدر محبت باشید در قلب اینا و خودت چون یانگ من هستی کاپیتان، خوشتیب ماشالان، اینا عاشق شدن. ما در دنیا اینطوریه، باید تبلیغ کنیم. اصلا در دنیا یک پایگاه تبلیغاتی دارن برای جوان ها، تا جوان ها بیان به این طریق که بعد هم بیان یک لحظه، یه 13 ثانیه به من اجازه میدیم، من این اینترنت گوشیمو تموم شده رفته رو آزه، یه لحظه بس کنم، یک ثانیه ببخشید، بعد الان شاید یک لحظه اینترابشن بکنید بیاد، اصخایی میکنم، ببخشید، معذرت میخوام. الان میشتم این سر عزیز، من صدا شما رو دارم.
عالی. من نتمو عوض کردم متاسفانه جان، شد یه وقتی نت خودتون حواستون باشه، نتتون نت گوشی دیتا تموم میشه بعد میره رو آزاد، در عرض 10 دقیقه رو یهو میبینی مثلا 100,000 تومان میندازه. عذرخواهی میکنم، من رفتم رو نت خونه، عالی هم هست. بفرمایید، در خدمت داشتین میفرمودین دیگه. بله، بعد شما برسونم که من یک ضمن این که حالا سروای به توضیح دادیم که یک خلبان دوره، حالا با چت دوره چت بازیش کبیرش نگفتیم، دوره یک جنگلش نگفتیم و دوره پیکاپ هم انشاءالله در فرصت های بعدی که خلبان آره. رو ببینه. ولی یک اشاره هم شما شاید حالا به هر حال به حالا به بعد ما من 31 ماه و 27 روز، حالا بعضی میگن چرا 27 روز، میگم یک ساعتش هم یک ساعته. امیر همشهری خودت کیومرث حیدری، امیر مجتهد کیومرث حیدری به من میگه ساله، چون شما هم معمولا تو خودمونی به من میگی ساله و من دوست دارم یا استاد بگی یا ساله، مثلا فرض کن استاد یا ساله. استاد بیشتر لطف داری، این محبت شماست، این اخلاق جناب عالیه که اصلا همش خانواده اخلاقی. من کار ندارم ان شاء الله حفظت کنم. بعد شو برسونم که یکایکتون اینجوری هستی، من شما رو تعریف کنم، یعنی دارم مثلا فرض کن دارم فرض کن از رمضانی دارم میگم، فرض کن از امیر خلیلی، امیر چیت فروش، فرض کن از هر کدوم از این بچه ها که سروران من هستن، استاد من هستن، من به شما شما ببینم. بره این 31 ماه و 27 روز شوخی نیست در منطقه، اونم جنگ تن به تن. اون مصاحبه های من در تلویزیون دیدی که در رابطه با امیر یعنی مجتهد کنه سرباز صیاد شیرازی صحبت کردن، در فتح المبین می جنگیدیم تن به تن، گیر افتادیم. یک دفعه من دیگه کم آوردم، اغلب بچه ها یعنی سربازای من کشته شده بودن، ولی ما یک مقداری که عقب نشینی کردیم، چاره هم نبود. عقب نشینی ما چقدر بود؟ مثلا اگر تو فاصله های 400 300 متر 200 متر با عراق یا به اصطلاح نزدیک بودیم، جنگ تن به تن، آتش، همه چی دود. بعد اونجا ایشون من در خط مقدم، خط هزیمت یا خط لجمن به خط عزیمت، یعنی نقطه صفر زیر آتش، این فرماندهیش بود و بنده اونجا بودم. و چون به خاطر این میخواین یک اشاره هم بعدها شما به اونجا بکن که من چرا نیرو زمینی یا نیرو دریایی به بنده بها میدن، به خاطر اینکه من کار کردم، خلبان ها جان مایه گذاشتن برای آن چرا که از دستم. مستحضر هستید در آموزش، امروز شما استاد من هستید، رئیس من هست، فرمانده من هست. ولی اگر امیر شاسفی من مثلا میخواستم آموزش بدم، من هیچ وقت ادعا نمی کردم که ایشون یه دانشجوی خلبانیه. همون روز هم من شما رو فرمانده می دیدم، هر کدام کنه زالبگی، مثلا امیر زالبگی، من می دونستم که شما چه خواهید شد. اینو به ما آموزش داده بودن، دستور بود فرمودی به مار، ما در زمانی که دیگه به خد آخرشه با مار به طور تجویز می کنیم، ولی انقدر سوروای تجربه هست و علم هست که میتونه طرف سوروایو کنه. حالا یه اشاره بکنیم که یه چاشنی هم بدین، چرا من شعر گفتم؟ من خب شاعر، خدا ذوق من شاعر آفریده بود، مینوشتم از اول. وقتی من وارد خب ارتش شدم، وارد جنگ شدم و وارد سوروایو شدم، اونجا لازم دیدم که یک دو بیتی بخونم و نگو. مثلا گاهی اوقات میدن انگلیسی میدیدم در سوروایو برای خلبان ها، هم دعا و نیایش گذاشتم در کتاب سوروایو، این کتابی که ملاحظه می فرمایید. بله اینجا اینا پیدا نمیشه، این سوروایوی که ملاحظه فرمایید هم کتاب آموزشه هم نیایش آخرش گذاشته، یعنی همینطور طرف پرای بیست پرای مای گاد میخوان باد خدا. وقتی تنها شدم اونلی من و شما، اونجا خلبان دعا میکنه، میگن حالا اینجا بگم و دعا و نیایش هم در سوروایو هست، همینجوری نیست که مثلا همینطوری کاری. و اون کاری که داری میگه با توکل، مولانا میگه زانوی اشتر ببند، با سوروایو بکن، اما اعتماد به نفست از دست نده. نگو ای نازنینم ترک دل کن، بیا با یک تواضع لولول کن، گر افتادی به دام رول اسپین، بزن ایجکت و فکر سروایول کن. یعنی خواستم اینو بگم که خدمت شما
بعد به نام خداوند پرواز عشق، خداوند الهام و اعجاز عشق، به کابین دلم را پر از نور کن، مرا با دلی تازه محبوب. چو دریای وقتی هواپیما یا میکنه، یعنی دریا نیسته، به این میگن یا چو دریای اسفین بیفتم، اسفین چو دریای اسفین بیفتم اسیر، به تیر عبابی دستم بید. استاد کاپیتان شما چرا خوشتون میاد همتون؟ چون ما به اندازه مون سرمون شاعر توی کشور هست. منم ارادت ولی سال افشار چون پرواز خوب میدونه، جنگ خوب تجربه کرده، خدمت هر کدام شما من یاد گرفتم که شدم سوروایور کامل. هر کدام تو اجک کردیم رفتیم دوره سوروای با سختی گذاشتی اومدی برای من تعریف کردیم، این در سینه من جمع شد، برای پیشکسوتان منم هستم نام بردم، این جوان هم نام ببرم ازشون بعد بیام با سازم. ما الان 4 جوان به نام منافی، من هنوز تراتل افسر خوبی است، جناب رستمی، لطفی و بله مظفر محمدی، اینا 4 استاد خوبن که دارن راه ادامه میدن. و من همیشه بهشون میگم ببینین، میگم استاد مثلا ما نمیتونیم شما باشیم، همه میگم شما جوانین و قوی و قدرتمند، شما از من بالاتر باید برین شما و میتونم. بعد ادامه بدم، به تیاره ها میکنند اقتدا، ازا زلزلت ارز و زلزالا، گفتم شعر نیست، چو تیاره برخواست زید کائنات، برون آید آتش ز بلاد. شما از این خوشت میاد، یه بیتی میگم که شما خودت حفظی، میگیم ارسطو کجا و پرستو کجا، پرستو کجا. این همیشه به من وقتی میرسی میگه استاد ارسطو، شما بالاخره پرستو یا ارسطو کجا؟ میگم تو میگم ارسطو کجا و پرستو کجا. ارسطو کجا و پرستو کجا که از قید هستی بگردد رها، ارسطو نگویم پرستو توی، پرستو بگویم ارسطو توی، صفایی ندارد ارسطو شدن، خوشا و پرگشودن ارسطو شدن، اگرچه تن آدمی خاکی است، به هنگام پرواز افلاکی است. سر کاپیتان چاشنی عوض کن، اگر لازمه یه خرج خمپاره بده، یعنی تراسل یه آن ریچ یه موتور بکش بریم برای دیوار صوتی شکستن، اگر توفق دارید یه دیوار صوتی شما بشون. عشق منی خب اینقدر قشنگ حرف میزنی، اینقدر قشنگ این کلمات رو پشت سر هم قطار میکنی بدون توپق زدن. من فکر کنم اگر ساعت هم بشینی، چون من پای سخنرانیات دستم، اگر بشینی به حرف، من واقعا لذت، من از زمانی که شما می آخرین باری که من و شما با هم خاطره داشتیم، من رئیس یه تیم بودم و رفتیم برای تیم پیشرو، خاطرتون. حالا اینو میخوام بگم که فاز عوض یه ذره دوستان از این شما یه ذره آبم اگه آقای دکتر اینو براتون بیارم میل کنید. ما دوستان یه بار با آقای سال افشار و تیمشون، ما تیم در واقع سوروایول، نه همون نجات خدمه، معمولا از اون قسمتی که ما توی معاونت آموزش بودیم میرفتیم قبل از این که سوروایول چیز نجات خدمه شروع بشه، ما میرفتیم بررسی میکردیم دوره دریا برای بیشکلا میرفتیم بررسی میکردیم کمی کاستی فلانی، بعد با اونا صحبت کردیم چند تا خونه، چند تا ویلا به ما بدن، کدوم ویلا هاست، چجوریه، جا چطوریه، امکانات خوبه، غذا فلان اینا، بعد مثلا آذوقه، بعد یه لیست تهیه میکردیم چقدر باید هزینه کنیم، چقدر بودجه میخوان، و جاهاشون رو میریختیم و این داستان ها. ماشین گرفتیم و اتفاق تیمسال افشار و دوستان دیگه از بازرسی و این برای اون برای جاهای مختلف، یه 17-18 نفری بودیم فکر کنم، رفتیم برای کلا. منم که یه آدم خوش کنم فرماندم شما بودیم، یعنی فرمانده پایونیر گروه پیش آهنگ حضرت عالی بود. خواهش میکنم، شما بزرگ ما هستین. بعد من رفتیم رسیدیم اونجا، آقا من اصلا دوست ندارم واقعا، ایشون میدونه من اصلا اینکه حالا اینکه من فخ بگم تو بشین تو بلند شو اونجا، یعنی چی اینجا ما روز اول اومدیم رفتیم کارامون رو همه رو انجام دادیم،
هر کاری باید بکنیم انجام دادیم. ما قرار بود 2-3 روز اونجا باشیم، ماموریت داشتیم. فرداش گفتم که سوار شید بریم. گفتم کجا؟ گفتم بررسی جنگل های اطراف. یعنی سوربای جنگل قرار شد جنگل را بندازیم، ماشاءالله. بله، سلیمان محمدی اون موقع فهم معاونت آموزش بودن. من زنگ زدم گفتم ما داریم میریم دوره جنگل. گفت کجا؟ گفتم جنگل های نور رو از کنم اون لاویچ. بله لاویچ، لاریچ، بردیچ، لاریچ، لاریچ، ببخشید اگه اشتباه نکنم. بله آره لاریچ، همون آب گرم لاریجان، لاریچ دیگه، لاریچ، همون آب گرم لاریچ، لاویچ، لاویچ، ببخشید، لاویچ. رفتیم توی جنگل و توی همین سمت نور و بعد نور. اسمش چیه جنگل ها؟ اسم اون آبشار رویان پری و نمون را رفتیم سمت جنگل سوسنگان. سوسنگان رفتیم اونجاها نگاه کردیم کجا برای دوره جنگل خوبه و الان اینا. ما کارمونم توی جنگل انجام دادیم و ما رفتیم سمت آب گرم. گفتم حالا بیام ببریم تون آب گرم. یعنی اینا با هزینه که خودمون داشتیم میکردیم در واقع. بله خود عدداری همارو مهمان کردیم. دست در نکنه سپاس. ما هنوز تشکر. یا آبداری رفتیم جاتون خالی. بچه ها رو بردیم. بعد از اونجا یکی از بچه ها گفت ما اینجا خونه پدرم هست و ما رفتیم. یه سفره ور پهن کرد از شونه. یعنی ببخشید اینقدر کره کندوهای عسل نمیدونم سرشیر خامف چیچی فلان. خلاصه در نگم براتون. خدا شاهده. بچه ها خب خیلی خسته شده بودن. بعد اونجا هم توی آبگرم خیلی لذت بردیم اومدیم. یعنی اینقدر اینا آوردن و اینقدر بخشنده بودن. تخم مرغ محلی درست کردن آوردن گذاشتن. من فکر کنم برای 2-3 روز ما اینقدر خوردیم اونجا بلم نمیگم باید بخوریم. اون دوست ما که ما مونده بود خیلی خوش گذشت. رفتیم دوباره توی بیشکلا شبم شام خوردیم. فردا هم دوباره کارمون انجام دادیم. توی برگشتم آقای افشار گفتم آقا کجا غذاش خوبه؟ ما قرار بود مثلا یه غذای معمولی بخوریم و اینا. گفتم غذای معمولی نه، کجا غذاش خوبه؟ سلف سرویس نمیدونم منو باز و اینا که یه جای آشنا داشتن. اینا همه هزینه خودمون بودا. من اینجا البته یه پرانتز باز کنم تو کلام شما. یواشگی اون خانواده که به ما رسید شما محبت کردی، من دیدم شما یواشکی، چون اونا بهترین واقعا یعنی هرچه سفرتشون بود بهترینش آوردن. شما یواشکی از خودتون تشکر بکنم. بذار مردم بدونن که شما چقدر دست و دلباز و اخلاقی. چرا اینقدر اخلاق مداری؟ شما یواشکی به خاطر اینکه کسی اصلا اونا ضرری نشن، چون واقعا واقعا اونا هرچه داشتن گذاشتن. واقعا شما محبت فرمودی، تلافی کردی، دست درد نکنه. و یواشکی به قول معروف من اونجا بودم، یکی دیگه از بچه هم همیشه چون کنار شما بودیم و شما به من محبت داری، من دیدم شما چه کار بزرگی انجام دادی. خواهش میکنم اون بخشندگی و خانوادگی شما. به هر حال روز خوبی بود اون برگشتم که رفتیم یه رستوران خیلی خوب خدا رو شکر. بعد که برگشتیم من فقط اینو بهتون بگم، اینا همه رفتن تو قسمتاشون و بعد هر وقت که میگفتن با همزهی داریم میریم ماموریت، این میگم من میام، میگم من میام. خدا شاهد چند وقت پیش رفتادم بازرسی نهاجا. اون دوستان دو سه نفرشون اونجا مسئول شده بودن، فرمانده بودن، مدیر بودن، شدن درجه شون درجه. دیدم ما رو بعد گفتن آی آقای همزهی من تو زندگیم همچین ماموریتی نرفتم. یادش بخیر چقدر خوش گذشت. ما اصلا واقعا خوش کن. ببین من اینو میخوام بگم به دوستان، به بزرگان، به کسایی که میرن ماموریت. ما توی ماموریتی که با جناب کیان ساجدی رفتیم به عنوان بازرس و آرای، خدا شاهد جناب ساجدی برگشت به من گفت به من خیلی خوش گذشت، خیلی خوش گذشت. تیمسار خدا بیامرزه ابو عطا و جناب ناجی عزیز که تو خلیج فارس ایجک کردن از خلبانه افور جانچین پایگاه بندر بودن نمیدونم یه زمانی، به من گفتم ساجدی که خیلی به ما خوش گذشت، چقدر روحیه به ما دادی.
من شدم جابرالفیصل، چقدر خندیدن به من خلبان عراقی و اینا. بماند من سرتون دردم. اینم گفتم دوستان بدونن کسایی که ماموریت میرن به خدا ایرادی نداره، آدم یه هزینه میکنه ولی خوش میگذره. به خدا ببخشید این که آدم مثلا خشک ببره طرف و خوش بیاره، بعد مثلا یه نظامی، من همیشه میگم من پیش خودم بودم یه نظامی و یه خلبان و یه سری استاد افشار باهاته، تو نمیتونی استاد افشار ببری یه رستوران معمولی بین راه، با استاد افشار باید بری جایی که ببخشید برات بهترین میز رو بچینن، بهترین لذت رو ببری. و واقعا ما بردیم در جوار شما و لذت بردیم. چه فامیل خوبی، چه دوست خوبی داشتید و چه پذیرایی کرد از ما تو راه این آقای رستوران. و واقعا آدم باید برای دوستانش هزینه کنه و برای عزیزانش. لطفا اینا همه لطف خودته. شما اینا همه وقتی که میگن هر جا رفتی یک ما لورا و زاگرسی ها و کرد ها یک قوم بزرگی هستیم و اصیل دار دیگه تو ایران، میگیم هر جا میری یک خونه بساز. سروایو هم همینه میگه. اینا همه که شما از ایشون صحبت کردی اینا مردم هم بدونن. بعضی خیلی هم نظامی ها یه چیز خشکی و چرا نداره و ارتش اینا، لطیف ترین روحیه رو نظامی ها دارن، چکمه می پوشن اما قلبشون از حریر، از اطلس نازکتره. ما برای جنگ، برای دفاع، فقط برای دفاع یک مقداری اراده آهنین پولاد را فشرده ایم و آینه کرده ایم. قلب اغلب نظامی ها آینه است، مردم دوست دارن. اون ابهت نظامی و درجه و اینا که استیلشه به خاطر کشورش، که بگه من سرباز تو هم کشور مردم، سینه ستب میکنه، خبردار میسته، قدرتمند میسته، اما قلبشون حمزه جان ببین کاپیتان عزیز، این به خاطر مهر و محبتی است که در خانواده و سفره شما خودتون سفره‌دار بودین و هستین و این که به بچه حال دادین و فرمودی خیلی هاشون الان نیستن، پرواز کردن، اجک کردن، شهید شدن برای این کشور و شما بهشون محبت، چون رئیس درجه ها بالاتر از شما بود، سردیب هم داشتیم، ولی شما اون لیدر تیم بودیم، محبت کردیم. منم در جوار شما بال تو بال شما میبریدم، سر همه ما بودیم، لطف شماست. اگر اجازه بدی یادی کنیم از دلحامد ها و بعد بیاییم بله. دو نکته سوروایوری برای تهیه آب و غذا رو بگیم و اگر هر چیزی بعد اونجام. باز وقتی که میگه اگر چه تن آدمی خاکی است به هنگام پرواز افلاکی است، که این همه مردم هم تو دانشگاه تهران هم که آدم میره بالا میشنیم، میگن یه نگاهی به من میکنن، ممکنه ما با لباس شخصی باشن ولی میگن استاد انگشت نشون میدن مردم. چرا؟ ما مهر کاشتیم، ما میترایی هستیم، اهل نوریم، نور پخش میکنیم، انرژی به مردم میدیم. ما نیومدیم که چیزی بستانیم. اغلب نظامی از نظر زندگی اقتصادی که شما الان، من بارها به شما میگم، براشون یک خانهی کاشانهی زحمت میکشید، خدا کنه که فرماندهان تراز اول هم دورد و پیشکسوت های که هستن به شما کمک کنن و شما توی کاری که داری قدم برمیداری یاری کنن تا بتونی برای بچه ها یه فکری بکنی که بعد از بازنشستگیشون اینا باز نشسته باشن، نه بازن نشسته، در واقع زن مقدسه ها، باز نشسته باشن. میخواد در آبی لباس آبی باشه به قول خودمون، میخواد یک درجه دار باشه، یک افسر باشه، یک لیدر، یک فرمانده عالی رتبه باشه. این بالاخره بعد از 30 سال 40 سال که شما الان هنوزم داری خدمت میکنی، من اطلاع دارم بیش از 45 سال داری خدمت میکنی، حالا پیرت نمی کنم، از روزی که وارد ارتش شده شما همش به خدمت بودی. حالا ادامه بدیم با یادی کردی از دلحامد ها. دلحامد ها وقتی که اجب میکنه ابراهیم تو دریای خلیج فارس فرود میاد، اون ماجرا که من دوست دارم اون توضیح بدی تو سوروای که بعضی از خلبانمون نجات پیدا کردن، مثل هزینه خدا بیامون، مثل سید اسماعیل موسوی، مثل خود شما، مثل همین پردیس، کسی خبر نمیبره فرمانده نیرو مگه میشه اجک کنه؟ بله، مثل جوان مردی که سه بار اجک کرده و این چرا زنده بود؟
از وسائل سوروایوی که خود شما بهتر از عالی توضیح دادین، بهتر از هر بهتری از که وسائل کیت اینه، اگر اونا نبود چه کار کنه جوان مردی واقعا با اون نگاهش؟ و خود شما هر کدامتون جوان مردی هستین کاپیتان، دلهامتها را یاد کنید و از عبدالحسین یزدانی اون چطور سروایو کرد و چطور در هویزه ما گاهی اوقات کمرنگ شدن بچه های خلبان، چون بچه های هویزه اونجا هستن، 1260 نفر که کشته میشن، روستای بغلش احمد آباده، اونجا وقتی فرود میاد و اون پنهانش کاملا سروایو به رعایت میکنه، اما میگردن عراقی ها پیدا میکنن، هم روستایی ها رو عروسی ها رو جریان عروسی ها به آتش میکشن مردم، هم همه اونا رو میکشن، هم خلبان، و اونجا هنوز بارگاهی داره، اونجا بارگاه قدسی داره رو زمین، و مردم اغلب اونجا تشریف ما معارف جنگ خودت و عزت عالی، حالا با امیر آراسته انشالله و بچه های دیگه که تشریف میاریم با سربران اونجا میرن، بعضی وقتا دیگه اونجا نمیرن یه بازدیدی کنن، یا مثلا مردم میرن اونجا از هویزه دیگه اون قسمت ببینن چه اتفاق خلبان چه کار کرد. وقتی یه افور یا افنگ میومد سر منطقه برای کمک، ما میرفتیم تو جلو قدرت میگرفتیم و بچه خلبان ما این کار رو کردن. ضمن سرب آموزش سروایو اعتماد به نفسش بالا بوده، خوب از وسائل از هواپیما و از کابینش برای هدایت هواپیماش قشنگ استفاده میکردن و این دل حامد رو یاد کنیم. اگر آتشم پیش تو جامدم، گرفتار اسفین دل حامدم، کاپیتان اجکتش به دریا و پیکاپ شد، نبردش چنان بود بیاد خود، حسین و براهیم دل حامدم، به درس وجود عالمان عدم، حسین و براهیم دل حامدم، به درس وجودم عالمان عدم، وجود دو تن در شهادت ببین، یلان و عقابان فخرآفرین، براهیم آتش نبرد وجود، کنم رود دشمن ز هستی زدود، حسین بلندختر تابناک، که افکند هر دشمنی را به خاک، یکی اسکله را با آتش کشان، دیگر بر هدف بمب‌ها را نشان، سرانجام با چتر در آسمان، یلک شد میان زمین و زمان، رها همچو ققنوس در آسمان، به مولود دیگر بشد جاودان. ققنوس دام بردیم ما اصلا خلبان هامون تو سروایو در واقع آموزش ققنوس، مرغ انگا، مرغ جاودانن، سی مرغ که ما میگیم، یعنی واقعا اینا هنوز داستان منطق و تیر عطاری که میگفتن منطق و تیر عرفانن این بچه های پرواز ما. خورده نگیرین فیلسوف های بزرگوار، من ارادت دارم با شما در دانشگاه ها در درس های شما، فیلسوف های بزرگوار، عارف های بزرگوار، من ارادت دارم، اما سرباز هم میتواند فیلسوف باشه، سرباز هم میتونه هفت خان رستم طی کنه و طی کردنی بچه های خلبان ما. ضمن این که خوب آموزش پرواز و سروایو پروازی، تازه سیستم های الکترونیک پرواز تو کابینم میشینه، اونجا هم سروایو هدایتگرها و این استرومنت هایی که در جلو چشمش هست، این هم همه جست گلنز، یعنی اینا تو عرفان میگن یه واهه، یک یقظه، یه لحظه، یه نگاه. خلبان اینقدر میتونه فکر، یعنی فکرش و ذهنش، شیشتونگ تمام حواسش که عرض کردم هوش معنوی که امروز بهش جهان داره فکر میکنه و به سوی حیات معقول، حیات معقول زندگی بچه های همرزم من پیش کسبت ها به حیات معقول رسیدن، به خاطر اینکه ارتش ما ارتشی با غیرت است، نظمش ایجاد و بله اینجا من یک یادی کنم، کار ارتش انسجام و وحدت است. ببین وحدت
رهبریت را امید و قوت است. ارتشی هر چند باشد بینشان، نام ارتش باعث امنیت است. بچه های ما ضمن این که به مراتب سلوک رسیدن پروازی ها، اینم بگم تا اهل بصیرت و شهودی هستیم، از خاک به معراج و سعودی هستیم. امنیت ما وجود وحدت دارد، ما ارتش وحدت وجود هستیم. ای جانم ممنون. ببین ارتش وحدت وجود، مردم خیال کردن ارتشی فقط میره تفنگ میگیره، هواپیماش بلند میکنه، تیربار نظامیش، موشکاش برمیداره، فقط بره کشتن. ما برای حیات، برای حیات مردم، بچه های با لباس سربازی پوشیدن، کفن پوشیدن. سروایو ما امروز سروایو اندیشه است. هدف ما بی نهایت کوچک در مقابل بی نهایت بزرگ، نیایش. یک جمله بگم از آینشتاین، میگه ما فهمیدیم که در جهان حقیقت، در جهان هستی، نامفهوم ترین چیز در جهان هستی قابل فهم. اگر یک ذره را برگیری از یاد، خلل یابد همه عالم سراپا. ما اگر افسرمون، درجه دارمون، مهندسمون همه آنست دارن کار میکنن، در واقع من چون تخصصم سروایو حقیقی زندگی به کار میگیرن، ما فقط از کیتمون استفاده نکردیم و استفاده نمی کنیم. بیان سروایو ما امروز، کاپیتان خیلی پیشرفت کرده تو سروایو، ما رفته این جلو. بله خیلی، ما وسائل استفاده میکنیم از وسائل به نحو احسن، اما از اندیشه و از تفکرمون که منهای تفکر همه چی سره. بچه های ما اهل تفکرن. نظامی ها ببین اصلا کم، اصلا خطا من نمیگم، چون از جواد و کب و رجال و حقه، هر اسبی هم برای سکندری هست، یعنی افتادن هست. بچه های ما سربازای همرزم من، ببین کمترین خطا رو توی این چندین سال بعد از انقلاب داشتن، اصلا خطا نداشت. چون ما میگیم zero is mistake تو پرواز، شما میگیم میشینی تو کابین زیرو بر اول باند نشسته، زیرو از میسته، یعنی 50 between 5، 15 between 5. یعنی چی؟ یعنی عددی که صفری که عدد نداره قابل خوندن نیست. از اون طرف صفر باعث میشود افزایش اعداد. آقا سروای امروز قدرت ذهن، قدرت جسم، قرآن میگه ان الله اصطفاک علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم. ما هم جسم قوی داریم، بچه سربازا دارن که من بهشون خدمتتون هستم. اینقدر سروایو ما پیش بردیم، فقط اکتفا نکردیم به کی؟ به دوره کبیر، به دوره چتر، به کوه، به جنگل. ما از کوه به دانشجو میآموزیم، مردم اینو بدونن، سروایو ما امروز اینجا رسیده. ما به کوه، از کوه وقتی میبریمشون میگیم آقا شما مثل این کوه باید مستحکم باشید برای نجات جان خودت، مثل این آب باید روان باشی هر جا شکل بگیری تا بتونی پیکاپ بشی و زنده بمونی. درود بر کاپیتان. کاپیتان ما رو امروز بردی تو عالم به هر حال. من یه دو صفت دیگه شما میخوام اضافه کنم، تیمسار، سپهبد، دانشمند، عارف، صالح افشار. قربونتون برم. دو تا نکته سروایولی هم بگید برای پیدا کردن آب و غذا، حالا هر کدوم دوست دارید بگید، بعد برم کامنت ها رو باز کنم. بعد شما برسونم که اما مثلا افتادیم توی حالا شهر، حتما نباید جنگل باشه، درخت ها و شاخ برگا هست. من امروز کاپیتان در رابطه با هنوز من ذهنم سروایو دارم کشف میکنم، ما داشت در کشورهایی که به قحطی رسیدن چه خوردن. شما صحبت از مار کردید، بعضی از مردم حالا تو اون مصاحبه‌ای که من کردم خیلی جهانی شد، خارجی ها خیلی بهش اهمیت دادن، ایران ما کمتر، که آقا شما مار چطوری میخورید، آقا عقرب چطوری عقرب از یه دستش فرار میکنید، آیا اینا میخوان اومدن همه شما رو بزنن؟
آیا همه گزنده ها آماده شدن به شما لطمه بکنن؟ نه. آیا شما این جوجه تیغی، جوجه تیغی یکی از بهترین داروهای غذایی است امروز، هشتک میگن بعضی جا تو محال در کل جهان، اگر بود ما اونجا جوجه تیغی بود، ما نباید بگیم این فقط اون تیغ است، جمع میشه کپله میشه و اینه، نباید ما گرسنه بگیم فمنست و غیر با، ما در شرایط سخت باید از گوشت مردارم استفاده کنیم. من توصیه نمی کنم، ولی اگر مردم خلبان ما آره، ما آموزش خلبانمون گسترده است، ما یه علمی داریم تو نظامی، اون برای خودمونه. ما پوتینمونه، وقتی مثلا یه پوتین داریم، پوتین ما که شما همیشه تو امر تدارکات و اقتصادم استادی و دیگر مدیرانی که الان دارن کار میکنن، دارن ما تشکر میکنن از فرمانده نیرو، هر کدامشون امروز ممکنه این عزیز فردا یکی دیگه نوبتیه، اینا از همدیگه تشکر کنن و ارزش یه تشکر برای کسانی که حالا باز نشسته شدن، اینا منفک نشدن، از اندیشه اینا در دنیا میان استفاده میکنن. اینم یه رو سروایو سر سروایو این نیست که اینا پدر پیر شد بندازیمش بیرون، کفش کهنه شد بلا تشبیه دیگه به درد نمیخوره، هر وسیله یک نخ میتونه ما رو در زندگی نجات بده، ما میتونیم یک چیزی باش برش بدیم، یه تکه سیم ما میشه ساو، یعنی میشه اره، اره میشه برای بریدن استفاده کنیم، اصلا نباید تو چیزمون بگردیم و یه اره، اگر یک سیم میشه مشابه با این آه. مثلا فرض مردم میگن چطوری آب تو دهی، آقا ممکنه شهر همه چیش قطع بشه و بعد گنداب بگیره شهرهاره، چون آب وقتی بمونه و وقتی که ویرانه بشه و وقتی قطع بشه، این ساختمان های های بلیدینگ کی میخواد آب برسونه اونجا؟ بعد جمعیت با هم یک دفعه خدا نکرده زلزله مسائلی پیش، ما باید هر آن بیدار باشیم. سروای به امروز که شما بها دادین به این سرباز کوچک و همرزمت و گفتی خلبان ها در رابطه با علوم جنگی استراتژی شما این نبردها رو کردین، این نبردها رو کردین، کمان 92 ایجاد کردین، حمله به اشتباه داشتین فلان، اما برای حیاتش چی؟ مردم هم همونطوره. میگی نکات سروایو اینه که نباید ما بخوابیم، همیشه باید بیدار باشیم، مثل این سیستم ها آنلاین باشیم، این سیستم ها قطع میشه، یه روز برق بره همه چی قطع میشه. حالا تو مسائل عرفان میگم که میگفت که خدا رحمت کنه استاد جعفری علامه فیلسوفه، گفتم از این یاوری بزرگوارم، گاهی اوقات اهل علم، گاهی اوقات کتاب میخونه زیاد با من صحبت میکنه، مثل حضرت عالی من یادی کنم ازش، برای این مشما ما سروای جهانیه، زندگی هنوز ادامه داره، اما همیشه خطر پشت گوش ما. ما به خلبان میآموزیم که آقای خلبان راه رفتن گوشت سروای این گوش، این دیش نباید کشتی بری بگیری این گوشت ایراد پیدا کنه، سنت که بیاد بالا دف میشی، کر میشی، چشمت چجور ازش استفاده کنی، انگشتا و دستت، بدنت چطور استفاده کنی تا دوچار خدا نکرده سکته اندیشه نشی. بعد بگن آقا شما تو سیکس مانچ تو چکاپ ها آقا شما نمیتونی پرواز کنی، اینه برای خلبان. ولی به مردم هم، آیا اونا نباید به سلامتی خودشون، یه مشما رو داریم، درخت هم داریم، برگ ها در فصل هایی که حالا مردم بگن آقا اومد و فصل برگ نبود، الان خزان پاییزه، خب میبریمش، شاخره میبریم، این مشما رو باز میکنی میذاری توی اون شاخه، فرض کنین دست من شاخه است، این بریدیش، قطعش کردی، اینو میذاری توش، میبندی، بعد از مدتی، من نمیگم یه لوله آب کشی، بعد از یه مدتی بستگی داره به اون درختی که چقدر آب توش باشه، حتی در شرایط سخت کویری اونم میگم آب توش جمع میشه، همین مقدار که بیاد بدیم به بدن ما رو به برای زندگی، به اصطلاح زندگی، حیات ما رو به جلو میبره. درخت برگ داره، همین مشما رو سر کاپتان، اینا یه چیزای جدید سروایو،
این شاخه رو میذاری توی اون برگ ها میبندیش، خود اون تحریک که انجام میشه انگار میگی خدایا این آبه از کجا آمده، این که برگه ما نمیبینیم، ولی طبیعت کار خودشه داره انجام میده. به پایان آمد این دفتر، من فکر کنم حکایت همچنان باقیست، حتماً باقیست، حتماً باقیست. من لم یزق لم یزق، تا نچشی متوجه نمیشی. این همه گفتی من در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. ما باید یاد خدا را از دلمون نبریم. من اینجا یه مطلب سروایوری عرفانی بگم کاپتان، چون شما بک‌گراند من و خانواده من خود ما رو با فامیلی میدونیم، مردم نباید فکر کنن که آقا ما همش زور میندازیم گردن و اون گردن و. یه مقداری به ارتی خودمون، هومر میگه، اقبال لاهوری میگه، به اون ایگوت یعنی من شخصیتی خودمون تکیه کنیم. به دیگران تکیه کنیم ما لورا میگیم میرومی میفتی آقا، به خاطری که نیفتیم به خودمون تکیه کنیم. خودمون بیاییم تو زندگی اعتماد به نفس، سروایور اندیشه، عقاید، تفکر، جسم و روح رفیق کنیم. گفت پیغمبر دو علم مؤتمن است، دانش دین و دانش بدن است. بدن. ای جان بسیار عالی، من کیف کردم به خدا واقعا. لیدر استیک دست شما آن ریچ، برو دیوار صوتی بشی. سپاس خدا. دیگن که بالاخره درس یک بار و تکرارش هزار بار، ولی خب دیگه دست شما لیدر، شمایی، من کابیل دو میشینم. یا علی من قربونتون برم، ما خب بازم در خدمت شما هستیم. من مرتب همه رو نمیخوایم الان مطرح کنیم، بالاخره شما میایید و این الان که انقدر عاشق شما شدن توی این یک ساعت و نیم، من نمیدونم چرا این کامنت ها باز نمیشه بدبختی. یه لحظه من عذرخواهی میکنم، من همه رو دوست دارم، مردم دانشجو خیلی زیادی هستن که خلبان های خیلی زیادی هستن که پیرو به صحبت های بطرا من خاک زیر پر الان پین کردم. این که الان پین کردم، این رامین حمزه‌ای بچه سرکو بلده. به سرموی خلبان قشمیره، کاپیتان قشمیره رامین جان، خودش هم قبلا دانشجو خلبانی ارتش بوده، بعد رفت برای مسافربری و الان ماشاءالله یکی از موفق ترین خلبان‌های مسافربریه. سلام علیکم. که از تبار زاگرس و از تبار خودمونه دیگه. خب من آره این کامنت ها امروز اینجوری شده، من فکر کنم بدم روی یه چند لحظه برم روی این چیز گوشی، نت گوشی، شاید درست بشه، چون از نت گوشی اومدم بیرون. کاپیتان میگن جناب سالافشار بی نظیرترین استاد صادق پاک ایران هستن. رامین عزیزم سلام، درود بر تک تک شما دوستان. جناب افشار بازم میان قطعا و انشالله بیشتر از ایشون فیض خواهید برد، چون یکی از بهترین های واقعا نیروی هوایی و ارتش هستن. امیدوارم که خداوند به ایشون سلامتی بده. آقا میگن استاد افشار کوه معرفت و ادب و آگاهی، تیمسار صبحان نژاد، تیمسار حیدریان، تیمسار قیصر حیدریان، همشهری خودمون، بزرگوار، خودش بزرگ من. بله بله کاپیتان جان، ما
سوروایوم ما خواستیم یک اشاره بهش داشته باشیم که دفعه دیگه انشالله اینو تکمیل کنیم. اون سایز آف دی سیچویشن، یعنی باید خودش اول خود منطقه رو بپا، بعد یوز یور سنس، از حسش استفاده کنه، بعد ریممبر ور یو آر، ببینه کجا هست این شخص که فرود اومده، بعد ونگویش پانیک اند فیر، یعنی بتونه غالب بشه و ترس و بیم و وحشت از خودش دور کنه، امپرووایز اند ایمپروو، اون پیشرفت به خودش بده، سلف کانفیدنسی بهش اشاره کردم، بعد ولیو لایف، بعد این به زنده بودن اهمیت بده که گفتی برای مردم باید یک سوروایوول، نه تنها ما برای نظامی ها نمیگیم، برای همه مردم. حالا اسم تیمسار حیدری آورده، این بزرگ مرد زاگرس، عقاب زاگرس بهش میگن. اک لایک دی نیتیو، بعد این باید مثل مردم بومی، که من اشاره کردم مناطق کشور ما باید ببین چند تا همسایه دارن، مردم بومی اونجا چطوری زندگی میکنن، که بتونه خلبان وقتی میاد اونجا فرود بتونه با اون مردم رفتار بیهیورش داشته باشه، اون اتیتیوت اونا رو بتونه بفهمه. بعد یکی هم بله لیو به اصطلاح اون جمعه ارز کردم که اکت لایک دی نیتیو، بتونه خودش گلیم خودش از اون بکشه بیرون، یعنی خودش با اون مردمی که دارن منطقه هستن برخورده با اونا سوروایوه. اگر مثلا فرض کن اگر وارد اومد پایین در یک منطقه چادر نشینی و دید مردم اونجا دارن با حشمشون، با گوسفندهاشون، با گاوشون یا با شترهاشون دارن و یا با سختی دارن اونجا زندگی میکنن، بعد نوع پوشش خانم ها، مردم اینها، بعد اعتقادات اون مردمه، باید اهمیت بده. اگر اونا مثلا فرض کنید یه کارا یا یه قضایی چیزی دارن یا خواب دارن یه طوری، این با اونا خودش وفق بده، اگر برخلاف اون انجام بده دنجرس میشه براش.